سلام خدمت کلیه سروران عزیز، امروز دوباره دنباله داستان شیمشون میگیم و روز گذشته تا اونجا گفتیم که میادش و میره با عاشق یه دختری میشه شیمشون، که دوباره شیمشون دختر رو فلسطینی بوده، گوییم بوده و فکر میکنه بهترین دختر دنیاست و این دختر رو خیلی عشقگر بوده، خیلی زبون باز بوده، خیلی زیبا بوده و با زیباییش و مکرش و زبونش شیمشون رو خره خره خر میکنه. شرم آوره، ولی خب چیزی که دیگه نوشتن تو کتاب مانوی. و شیمشون هم که یک دل نه صد دل عاشق این دخترش تو که اسمش دلیله بود، یه هر کاری که میگفت میکرد و از دارم نبود از کنارش تکون بخوره، فهمی که دیگه این بهترین دختره تو تمام دنیاست که لنگش تو قوم اسرائیل هرگز پیدا نمیشه. به خیال خودش، به خیال خودش. مردم فلسطین که متوجه میشن و میفهمن دلیله اومده با شیمشون ازدواج کرده و شیمشون شده بنده و برده دلیله، وقتی که شیمشون خب برای یه موقع میرفته بیرون، میرن دلیله رو گیر میارن یا تو خیابون جایی و یا با گرش میارن سران فلسطینی و پولدارا و اونایی که مثل پادشاهان فلسطینی بوده، میان پیشه دلیله میکنن به دلیله، میگن که ببین شیمشون پهلوان اسرائیل اومده با تو ازدواج کرده. درسته میگم؟ میگه خب میدونی بزرگترین دشمن ما فلسطینی هست؟ میگه ها. میگه میدونی خیلی از ما فلسطینی هایی کشته؟ میگه ها. میگه میدونی این نمیذاره ما دیگه بریم جوره ندیم داریم بریم تو خاک اسرائیل؟ میگه ها. میگه خب ببین ما میدونیم که تو هر چی بگی به شیمشون بگی گوش میکنه. میگه ها. میگه خب ببین این 100% این قدرتی که داره که قد پهلوانه و قویه، یه نقطه ضعفی هم توشه. یعنی اگر ما بتونیم تو نقطه ضعفش پیدا کنیم که بتونیم چی کار سرش بیاریم، این قدرتش از دست میده، خب میتونیم تموم بشه. حالا این نقطه ضعف رو خودش میدونه، یعنی در واقع میدونه کمی قدرتش تو کجای بدنشه، که اگر او قسمت از بدنش از بین بره یا ورداشته بشه یا مثلا زیر فشار باشه دیگه ای قدرت نداره. خب میگه ها. میگه خب تو اگر بتونی با شوهرت حرف بزنی و نقطه ضعفشو پیدا کنی، کمی قدرتش اونجاست که اگر اونو ما ازش بگیریم دیگه قدرت نخواهد داشت، آذریم ما مثلا 100 نفر ثروتمندان تو فلسطین، هر کدوم ما آذریم 1100 تا سکه نقره به تو بدیم و اگه ما این ثروت رو به تو بدیم تو میشی میلیاردر تو دنیا، اگر این راز رو به ما بدی هر کدوم اون قد پول به تو میدی، اگرم که ندادی زن اولش میدونی چه به سرش آوردی، هم خودش کشتیم هم ننش کشتیم هم باباش کشتیم هم کاکاش کشتیم هم خواهرش کشتیم همشونو کشتیم، اگری برای ما نیوردی ما میریزیم تو خانواده تو همه تون میکشیم، ولی اگر راز رو به ما بدی نه تنها ما تو رو نمیکشیم و خانوادت،
یک کلی هم پول گیرن میاد. دلیلم تمش می جنبه. وقتی که میبینی قرار نفری 1100 تا سکه نقره بهش بدن، اینا هم در حدود 200-300 تا مثلا پول داره تو خاکیست فلسطینی ها هستن، حساب که میکنه میده یه پول کلون 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 میشه که میشه میلیارده. بعدم میگم بعد از که ما حسابمون باشیم شون پاک کردیم، آذرین برای تو هر پسر که خودت انتخاب کنی هم بکنیم شوهرت دیگه. برای دلیل نمیشه نور الان نور تا این میفهمه چیکار میکنه، میاد خونه و زندگی رو به شوهرش یا شیمشون سیاه میکنه دیگه. زنش هستش، شیمشون هم که عاشق و کشته و مرده ای هستش، میومده چیکار میکرده؟ میومده لباس های آنچنانی میپوشیده جلو به شوهرش، برو میکنه به شوهرو میگه خب بگو ببینم عزیزو، میگه چی بهت بگم، بگو ببینم زور تو کجاته؟ زور من عشم بهم داده. میباره بابا که تو دروغا میخوای به من بگی یا فکر میکنی من خرم؟ شیمشون ای میگه بابا جو زور من از عشم اومده، از کجا اومده؟ یه هم میگه تا به من نگید صورت کجاست پس منم با تو رخت خواهم نمیم، معذرت میخوام این بخش دیگه جور نوشته، به من مربوط نیست، تو کتاب نوشته، به اون از من نگیرید. خب من پیش تو نمیم. آره میرفته لباس های خیلی معذرت میخوام، خب نوشته باز نوشته لباس های سکسی و آنچنانی میپوشیده، بعد میگفته رازو بهم بگو تا بیام پیش. شیمشونه که خیلی کشته و مرده زنش بوده، دلیل بوده، ای تفره میره تفره میره. خب میگه چی؟ میگه ببین بعد یه مدتی اگر بیای یه بند کلوفتی بگیری و 7 دور دور بدن من بپیچی، من زور ندارم. دلیلم قبول میکنه و خب باشه حالا میام پیش. میره پیش. شب که میخوابه میگه خب حالا که میخوابه باشه ببینم راست میگه نه. 7 تا جمعیتش یه بندی میگیره و 7 دفعه دور بدنش میپیچه و بعد میگه خب میخوام میگه ها راست میخوام محکمه، در میره به اونی که میخواد بره یه چیزی بیاره بدو میار میکرده، میگه فلسطینی ها ریختن تو اتاقمون تو خونمون. شیمشونم بلند میشه همه بندو که دور بدنش پیچیده بوده مثل 7 تا تارمون پاره میکنه. دوباره روز بعد دلیل میزنه تو سر خودش، اوی دروگو اوی شالوتا، برای چی به من کلک زدی؟ تو خواهی بندو پاره کردی؟ یا راستش بود. دوباره تنازی اشوه لباس های آنچنانی و نیزاشتن شیمشون دست بهش زدن. دوباره 1 هفته 2 هفته میگذره و دوباره شیمشون تا قدش سر میده، دوباره میاد دلیل یاد اگه میخوای با من باشی بگو زورت تو کجات. میگه من اون موقع دروغ بهت گفتم بعد یه بندی 7 دفعه دوباره میشه، در واقع بوده 7 تا بند میابود 7 دفعه دوباره میپیچید. یعنی خب میخوام الان ترای کنم.
دوباره میاد شفت بند میاره و میاره و بعد از که با هم بودن دوباره هفته بند میپیچه و دوباره با اونی که میخواد بره دستشویی میره دستشویی یا بدو میاد آقای فلسطینی ها اینجا آقای فلسطینی ها اینجا شیمشون هم که خواهد بلند میشه وای میشه یه پقی میکنه و همی بند ها پاره میکنه دوباره دلیل میزنه تو سر خودش و آقای دروگو آقای خائن آقای وطن فروش آقای تو که ضد من هستی تو که به زنت اطمینان نداری منم نمیخوام با تو باشم و دوباره لباس های آنچنانی و اجازه ندادن بهش شما دست بیزده دوباره بعد یه هفته که مثلا دوباره طاقتشیم شون از بین میره دوباره میان میگه چیکار کنه اینم یه یالا بهم بگو تا بهت بگن تا نگی چی چی اشکال چه جوری میشه تو رو رازتو به من نگی بلندم کن شیمشون دفعه میگه من روغت گفتم با تنها بعد بری زنجیر بیاری هفت با زنجیر من ببند دوباره میدن زنجیر میاره و بهش میبنده و دوباره به بونه که میخواد بری برای او و میروب تو با دو با دو میاه های فلسطینه و فلسطینه دوباره شیمشون خودش تکونی میده و اما شپاری میکنه و یه زپایی دلیله میگه چی؟ میگه ای دروگو تو قبازی تو کلک زدی تو به یه چیزی نمیشه اطمینان کرد و دوباره تن نازی و دل ربایی و دل فریبی و نیزاشتن شیمشون دست زدن به یک هفته دو هفته میگذره و دیگه شیمشون طاقتش سر میده همونجور که میدونی میگن عشق کوره بعد تنین نوع عشق هم عشق یه طرف است چیزی که زادن شیمشون توش گیر کرده بوده میبخشی من نمیدونم چرا بعض وقتا به دست که میگم شیمشون میگم شیمون معذرت میخوام میبخشی آخه میدونی حقیقتش چیه من اینو که از رو کتاب الان نمیخونم برای شما من میشم مثلا داستانو قبلا خوندم چندین دفعه برای خودم خوندم و حقیقتنش هیچ وقت فکر نمیکردم روزی بشه که بخوام این داستانو رو تعریف کنم ولی امروز که قراره برای شما تعریف کنم میشینم دو سه دفعه دیگه میخونم که خوب حفظش کنم و بعدا من به صورت تقریبا حفظ کتاب کنار دستمه ولی خب وقتی دارم حرف میزنم اگه وقتی دارم نگاهی کتاب میکنم حواسم چندون پرت میشه به همین خاطر چون به صورت حفظ شده برای شما تعریف میکنم بعضی وقتا اسما و مکان رو قاطی میکنه منو ببخش اگه از رو کتاب نگاه میکردم شاید یه اشتباه و اشکال رو نداشتم ولی چون حفظ میگم اسما بعضی وقتا اشتباه میکنه و رد میشم و حواسم هم نبوده که اشتباه کردم دلیلش اینه چون همش حفظی من برای شما میگم و چون حفظی میگم یه خورده میبخشید معذرت میخوام یه خورده شیرین تر میشه چون وقتی از رو کتاب آدم بخونه و بخواد تعریف این کتابی بشه میشه داستان و کتابی و مزه و طعم اون چنانی نداره برای کسی که شنیده گوش میکنه من خودم اینو میدونم من معمولا خودم این داستانا رو یکی دو دفعه گوش میکنم تا برای شما بفرستم اگه به خودم خوشم نیاد و اونم پست نمی کنم برای شما و از اول شروع می کنم به هر صورت می خوام بهتون بگم اگه می بینید
اشتباه لفظی دارم، اشتباه چیزی دارم، چون اینا حفظ شده من برای شما میگم، منو میخیلا کنید. به هر صورت شیمشون بعد از یه مدتی دقتش دوباره سر میره که عاشق زنشه، زنشو دلیل خیلی دوست داره و اصلا نمیخواد قبول بکنه که در واقع یه رفته تو خیابون یه طرفه و داره گول خودش میزنه که میگه خیابونو دو طرف است. چون همینجور که میبینید دلیله میگه به من ثابت کن و همین که ثابت میکنه اونو میبنده و صدا هم داد میزنه اوی فلسطین اوی فلسطین و داره کلک میزنه و ای نمیخواد قبول کنه که زنش که یه گویمه اصلا دوستش نداره، داره ازش سوء استفاده میکنه، داره بهش کلک میزنه و در واقع به زمان خودمون فارسی عشق کورش کرده و کور شده و حقیقتو نمیخواد ببینه. دیگه بعد از چندین دفعه شیمشون عصبانی میشه و میبینه زنش دنبالش گذاشته، کفره میشه و دون کنه بشین به زنش دلیله و رازشو برملا میکنه. میگه چی؟ میگه در واقع تمام قدرت من توی موهامه و من نظیر هشم هستم، اگر من موهام کوتاه بشه تمام قدرتمو از دست میدم و از وقتی که من متولد شدم تا حالا نگاه کنی هیچ وقت موهامو کوتاه نکردم، چون اگه کوتاه بشه دیگه من نظیر و مورد توجه هشم نخواهم و همه قدرتم از دست میره. دلیلی که اینو میفهمه، میفهمه که شیمشون این دفعه راستی راستی راستشو بهش گفته. چیکار میکنه؟ شب بعد از این ماجرا میاتش میره یه خوراک خیلی خیلی خوشمزه درست میکنه، همون خوراکی که شیمشون دوست داشته و مقدار خیلی خیلی زیادی داروی بیهوشی یا موادی که میتونسته شیمشون رو تو خواب عمیق ببره میریزه و به تمام سران فلسطینی هم میسپاره که راز من کشف کردم و می راز توی موهای شیمشونه، یه دلاک من میخوام که بیاد وقتی خوراک بیرین دادم به شیمشون دادم و بیهوش شد این دلاک بیاد و تمام موهای سر شیمشون رو بزنه. اینا میگم مطمئنی؟ میگم دفعه مطمئنم و من باز اینو امتحان میکنم، شما هم یه امتحان کنی ولی آماده باشید. اونا خوراک دوای بیوش رو به دلیله میدن و دلیله هم باشه خوراک خوشمزه درست میکنه و وقتی شیمشون میادش پیشش ای بیا بخشونه پیش خودش میگه قربونتش بش هم دوره بگردم و از زبون بازیایی که بلد بوده و همه خوراکو که اون قسمتی که داروی بیوش توش بوده همه شو میکنه دهن شیمشون و شیمشون میخوره و در جا خام میره. وقتی که خام میره دلیله چیکار میکنه؟ میان میفته روی شیمشون به عنوان اول نوازش، بعد به عنوان داد، بعد به عنوان عشوه بهش کتک میزنه، نیشگونش میگیره، سیلیش میزنه. میبینه نه، شیمشون تو خواب عمیقه عمیقه عمیقه،
در این موقع صدای دلداک میزنه. قدیما دلداک ها بودن که موی سر میزدن، سلمونی وجود نداشته. وقتی یه نفر میرفته تو همو، همو دلداکی که میومده که سش میکشیده، همو هم نقشه سلمونی کار میکرده و موهای مردها رو همونجا میزده. به همه خاطر میگه دلداک. دلداک میادش تو با تیغ و قیچی شروع میکنه. اول با قیچی همه موها رو تو اون قدی که میتونسته از ته بیچینه میچینه و بعد شروع میکنه با تیغ سر شیمشون رو برق میندازه و یکت دلاکو بر شیمشون تو خواب عمیق بوده که چندین دفعه دلاکو دستش میلغزه و سر شیمشونو که با تیغ میزده خون میاره و شیمشون از خواب بیدار نمیشه، چون اون دوای بیهوشی قوی بود. و وقتی که خوب سرشو میزنن دلاکو میره. شیمشون هم که اینجور خواب خوش بوده و خوابیده بوده تا دمدمای صبح که شیمشون یواش یواش دوای بیهوشی از سرش میپره و شروع میکنه به بیدار شدن. و حالا دلیل هم اینجور منتظر بوده که بیدار بشه. وقتی که بیدار میشه دوباره دلیل میگه اوی فلسطینی ها، اوی فلسطینی ها. شیمشون میخواد بلند شه، میبینه قدرت و توان قبلش نداره، جون تو بدنش مثلا دیگه نیست، احساس میکنه جون تو بدنش نیست. با سختی بلند میشه، به خودش میگه چقدر سست و مسته، چقدر بزوره، چرا اصلا نا نداره. در این موقع دست میکشه رو سرش، میبینه سرش تاس شده. نگاه دورو برش میکنه، این همه موهاش چیده شده و رخته دوره. رو میکنه به دلیل، میگه ای خواه زنی که دیونه، برای چی موهای من زدی؟ زن هم بهش میگه دیونه خودتی، بدبخت بد جودکی، یا بگیرم ببینم جون داری؟ تا میاد قدم ورداره که بره دلیله رو بگیره، چون دیگه ایچ زور و توانی نداشته میخوره زمین. دلیل متوجه میشه که راست راسته که تمام توان و زورش رفته. بلا فاصله صدای گاردای فلسطینی که تو اتاق قبل کناری نشسته بودن تو انتظار، تو انتظار فرصت، صداشون میزنه میگه بیاید 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 که شیمشون دیگه هیچ توانی نداره. اینا هم بدو بدو میام تو، یه ده بیستایی بودن تو تا خوابو. شیمشون میاد سعی کنه رو وایسه و بدبختی وای میسه. اینا لایم هنوز فلسطینی ها میترسیدن، گفتن شاید کلک میزنه و دروغ میگه. ولی میان جلوتر و جلوتر طولش میدن، میدن میخوره زمین. میان بهش کتک میزنن، میدن نمیتونه دفاع کنه. میافتن روش با تناب دست و بندش، دست و پارش و پاشو میبندن و با خودشون میبرن. و یه دلیله میخندیده بهش، میگفته بدبخت خوب گیر افتادی، فکر کردی راست راستی من عاشق تو هستم. و شیمشون تازه متوجه میشه که چه کلایی رفته سرش، چقدر گول خودش زده، چقدر که پدر و مادر افتادن رو دست و پاش و گریه کردن که ببین نکن نساز، دختر فلسطینی وفا نداره، دختر گوین به درد نمیخوره، دختر گوین چیزی نیستش که تو رو بتونه خوشحال کنه. و شیمشون میگفته به پدر و مادرو، یا دختر گوین یا ایشکه،
یا دلیل یا شما، و من دلیل رو میخوام نه شما رو. و در واقع ترک خانواده و همه میکنه به خاطر دلیل، و متوجه میشه که چه کلایی سرش رفته. شیمشون رو میبرنش پیش پادشاهشون و میگن که راستی راستی چی جون نداره، حالا سران فلسطینی قبول نمیکردن. اینا که سربازا که اومده بودن اینو گرفته بودن و تتکل بسته این ایون میبرن تو کاخ پادشاهی، خب در سکوت بعد تتکل بسته و پاش بسته و اینو میکشیدن میبندنش به یه بندی این ایون و کریش میکنن به یه چوبی میبندنش و یه تیش رو میذارن رو سر یه سرواز، یه تیش میذارن رو سر او سرواز و اینا کشون کشون سمجور که آویزون بوده به چوب و خودشون میبرن. پادشاه میگه نکنه دروغ میگه، میگن بیا که تو کلش بستیم با بند بستیم، بیا کتکش میزنیم ببینید تکون میخوره. ای کتکش میزنن، مشتلگتش میزنن و ای که دیگه هیچی زور و توان نداشته ایش کنه میکنه. میگن خب ولی که ای توانش و میزورش از دست داده چی کار به سرش بیاریم؟ یکی میگه باید اعدامش کنیم، یکی میگه باید تیکش کنیم، یکی میگه بندازیمش تو آتیش بسوزه، یکی میادش میگه نه دست و پاش قطع میکنیم، یکی میاد میگه نه ای باید گردنش رو بزنیم سرش رو آویزون کنیم تو وسطش. در این موقع یه پیر مردی میاد تو میگه نه همه کارهایی که شما گفتی درست نیست برای ای. میگه خب چیکار کنیم پس؟ میگه چشش رو کور کنید و بعد ببندیدش به سنگ آسیا به جایی که اسب و قاطر باید سنگ و پر بدن و از حالا به بعد ای ببندیدش اونجا و ازش بخوای که سنگ آسیا هول بده تا یه جوری مسخره دست مردم بشه و چون چشش کور شده هیچی نمیتونه ببینه. و وقتی که ما همچی بالای سرش بیاریم همه زنا و مردا و جوونا و بچه ها که پدر و مادر پدرشون از دست دادن، برادرشون از دست دادن، زنای کشورشون از دست دادن بیان به این توف و لعنت بکنن و برن که دلشون خنک بشه. پادشاه و سران کشور رو میگن خوب گفتی، میگن حالی که جور گفته پس یه نفر جلاد بیاری بگی دوتا چشش رو کور کنه. همون موقع یه جلادی میاد میشینه روی شکم شیمشون، یکی سرش میگیره یکی پاهاش میگیره دست و کولش میگیره و جلادو خنجرش رو در میاره و اونجور که خوابیده بوده دوتا چش شیمشون از عدقه میکشه بیرون. شیمشون جیغ میزنه، داد میزنه، عوار میزنه ولی کاری از دستش بر نمیاد و دوتا چشمشو از دست میده. میبرنش توی زندان میندازن تا بعدن به سنگ آسیا وصلش کنن، چون این دیار داشته کور شده بوده و الان مثل یه آدم مریضی بوده. میگن خب فعلا بذاریم تا یه خورد خوب بشه بعدا بکنیمش. تو زندانو نگرش میدارن، بعد یک دو هفته که دردش التهاب پیدا میکنه که چشمش در آورده بوده میبرنش تو سنگ آسیا، میبندنش جایی که اسبا بوده و پا بوده خور میداده به سنگ، شیمشون رو میبندنش به او و شیمشون از صبح تا شب به سنگ آویزون بوده، به چوب به چوبی که به سنگ آسیا بوده آویزون بوده و همونجا میخورده رو سنگ رو چوب سنگو
که میگردونده، رو عمو میخوابیده و رو عمو را میرفته و روی عمو مردم میومدن بهش فحش و لعنت و بد و بیرا میگفتن و میرفتن. چندین سال میگذره و موهای شیمشون یواش یواش بلند میشه. و چون دیگه چندین سال بوده به سنگ آسیا وصل بوده، بعد از یه مدتی میدونم همه چی کهنه میشه دیگه، مردم مثل روز اول نمیومدن نگاش کنن، چون شده بوده یه آدم کوره بیزوره بیخاصیتی که دیگه همه که میدونستن تو اینجا او یه آدمی بوده یه روز قوی بوده، حالا یه کور ضعیف بدبخت بیچاره ایه. دیگه نمی اومدن کسی نگاش کنه، دیگه خسته شده بوده، دیگه هم نمی اومدن روش نطفی بندازن نابش بندازن، و دیگه سنش هم رفته بوده دیگه مثلا بالا، و مردم هم یادشون رفته بوده بعد مثلا 5 سال 6 سال 7 سال یادشون میده که همچی کسی بوده و همچی کسی هم اینجا هسته شده، یه عادی میشه. در این مدت ما یشیم شون یواش یواش خب بلند میشه و فلسطینی هم که ای داشتن میدیدن که یه آدم کوری بوده و میدونستن که هیچ کاری نمیتونه بکنه، حواسشون نموده که این موهاش داره بلند میشه. تا اینکه یه دفعه یه پارتی داشتن، یه جشنی فلسطینی ها که برای بت بعلشون جشن میگرفتن سر یه دفعه. موقع جشن رو میرست که برای بت بعلشون جشن میگرفتن، یکی از بزرگان شهر میخواد که ما همچی جشن بزرگ بزرگی داری خوبه برید شیمشون هم بیاری تو اینجا و یه خود برامون مسخره بازی در بیزاره یاد قدیم و یه جوری خود فان داشته باشیم که این پهلوان اسرائیل ها یه جوری تو دست و چنگال ما گیر کرده و باعث بشه با یه خود بخندیم حالا که ما اینجا جشن رو داریم. سران فلسطینی میگن حرف قشنگی گفت، هرچی باشه یه آدم کوریه، یه آدمیه که یه روز پهلمون بوده، حالا یه آدم خاک برسن یه آدم بدبخت بیشتر نیست، برید یه آدم بدبخت رو کشیم شون باشه توی پارتیو بیارید. حالا دیگه چون چندین سال بوده شیمشون اونجا زندگی میکرده، بعد یه مدتی میان از شبا که میشده می اومدن شیمشون دیگه چون پیر بوده دیگه کور بوده دیگه برایش که برای همه که دیگه بی‌ارزش شده بوده، شبا می اومدن از سنگو از چوب سنگو آزادش میکردن، اما دوره برا با بندی که به دستش بوده به یه جایی تو هم ارتقو می بستنش، گفتن خب دیگه می تو رو زمین بخوابی بست، ولی چون کور بوده و هیچی نمیتونسته ببینه و هیچی نمیدونسته، اومده بودن رفته بودن یه پسر فلسطینی گرفته بودن، مثلا بعد پسر رو مثلا 15-16 ساله 17 ساله یه پولی بهش میدادن فلسطینی ها که مواظب شیمشون باشه، مثلا بهش آب بده، میگه آب بهش بده، میگه نون
یه نونی بهش بده، یه خوراک، اما خوراک که قراره بهش بده نی بهش بده. و در واقع پسر جوونو تر و خشک شیمشون میکرده، چون چشم نداشته، یکی نمیتونسته آب ببینه کجاست، یکی نون نمیتونسته ببینه که کجاست که بخوره. وقتی میگفته تشنمه، پسر رو میومده یه لیوان آب بهش میده. اگه میگفته گشنمه، یه تکه نون بهش میداده. به پسر رو در واقع مواظب شیمشون بوده و شیمشون یواش یواش به پسر رو خب چندین سال بوده دوست شده بود، میشناخته، دوست نمیشه گفت، باش حرف میزد. میان فلسطینی به پسر رو یعنی شیمشون رو ورش دا با خودت بیارش تو محل جشنو تو بود کده او. یه هم میگه چه بود کنه به شیمشون، میگه پشتا بری، میگه کجا، یه کاری نباشه ببری. پسر رو دست شیمشون رو میگیره، نمیبین کشون 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 شیمشون رو میبردش تو بودکده. بودکده او چجوری بوده؟ جوری که کتاب میگه، من رو میخوام بگم، من خودم که خوندم قبلا یه جور دیگه گفته، توی کتاب هم یه جور دیگه گفته، من دو مدلش براتون میگم، یکیش درست بوده بالاخره، حالا دو مدلش هم بوده خبری نیست، من که دو مدلش میدم شما دو مدلش بودو. یه مدلش توی یکی از کتاب ها میگه اومده بودن توی بودکده او، یه سالن مثل سالن ورزشی هایی که تو استودیو میام میبینید، اما تون دیدید تو فیلم ها و تلویزیون اینا زمین ورزشی فوتبال مثلا در زمین که دور تا دور صندلیه، وسط تو هم در نظر بگیر یه زمینی که بودکدهشون حتما بود، ولی اونیم کتا که مثلا 10 ردیف 20 ردیف مثلا 100 ردیف بوده، یه جا کوشکک کوشککی کوچیک کوچیکی او وسطو بوده که بوتو بوده. شیمشون میبرنش اونجا کنار بوتو ها میدننش، همه مردم دور تا دورش جمع و بهش میگن که خب برخت بیشین پاشوال، بعد وقت شیمشونه کوره، میگرده برای اون در یا یادم کوری و میدنن به درخواست، یا اینا هم قاقا میزنن به خنده. در این موقع شیمشون از پسرو که موازمش بوده میگه اینجا چیه؟ اینجا مثل یه استودیوم ستون ستونه، در نظر بگید توی یکی از کتاب هایی که من خوندم میگه مثل دومینا ستون ستون ها کنار هم بوده. میگه خب من ببرش پیش یکی از ستون ها، این دستش میذاره رو ستونو و به ستونو فشار میده، این ستون به اون ستون میخوره، این دومینا و همه استودیومو تو 10 ثانیه 20 ثانیه این دومینو ها دیدین میچنن کنارم دیگه، به یکیش دست میزنه تمش میرزه. یه حالت اجوری داشته میگه یکیش که قول میده به دو تا از ستون ها و یه ستون میافته رو ستون بعدی و تق 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 همه جایگاه او میاد پایین و همه اونایی که او بالا او بودن میمیره. یه نوشه، یه نوع دیگهش میگه دو تا ستون بوده اصلی و دور تا دور ستون بوده که همه بیما روی دو تا ستون اصلی او که وسط استادیوم بوده قرار داشت و شیمشون وای میسه کنار دو تا ستونو و این ستونو میندازه و چون ستونو میشکه و میاد پایین، همه بیما رو سره بوده، بیما میفته پایین و بیمار رو سر همه که خراب میشه و همه رو میکشه، چندون فرق نمیکنه. ولی قسمت رو داشته باشه. در این موقع شیمشون که خیلی ناراحت بوده و جکش کرده بوده رو میکنه به پسر، رو یه پسر من اینجا کجاست؟ بهش میگه میخوام من ببرم پیش ستون رو تا بشینم ستون هست.
پسر رو میارتش کنار ستون که به اصطلاحی بشینه کنار ستونو فکر میکنه. همینجور که میاد به اصطلاح یعنی بشینه، حالا موهاش بلند شده، رو میکنه به آسمون، میگه خدای خالق من، خالق اجداد من، خودت میدونی که وقتی که من چشم داشتم، تا وقتی که چشم داشتم تو خاک اسرائیل بودم، به جز راه تو و راه تو راه تو راه دیگه ای نرم. و امروز ای فلسطین ها ببین به چه روز نوایی به من انداختم، نه چشمی دارم که ببینم، نه دیگه زندگی دارم که زندگی کنم، و جز خفت در کنار این نامختوم ها از صبح تا شب برای من چیز دیگه ای نیست. تو را به بزرگواری خودت و تو را به صدیقینی که داشتی، به پدرانه، زخوت پدرانه، دوباره اون نیروی گذشته منو فقط برای چند دقیقه به من بده تا انتقامم از این نامختوما بگیرم و بعد دوباره نیروی منو برای خودت بردار. فقط این اجازه رو بده که برای آخرین دفعه تو عمرم از این نیروی که قبلا داشتم یه دفعه دیگه استفاده کنم و انتقام هم تو رو هم خودم هم خواهر برادرم از اینا بگیر. وقتی این دعا رو میکنه به درگاه اشه، اشه میپذیره و میره پیش ستون وای میسه و میگه خدایا کمک کن، کن برای آخرین دفعه، و نیروی وارد بدنش میشه دوباره و به اون ستونه فشار میده. آله یا مثل دومینو میخوره زمین میره و میخوره همشون کشته میشه، یا ای که اون دوتا ستون اصلی بوده و همه بیمار رو سر دوتا ستونو بوده و وقتی که این دوتا ستونه رو جا به جا میکنه و میزنه زمین، همه بیمار خراب میشه و همه استدوم پایین میاد و همه آدم هایی که او بالا بودن کشته میشن و سقفی هم که رو سرش بوده میاد پایین و همه رو میکشه و خود شیمشونه این ماجرا کشته میشه. اون چی که مسلم پایانش اینه که همه اونا کشته میشن، فلسطینیا، همه سران فلسطینی، پادشاهشون، همه مردمی که اونجا بودن و خودشیمشون هم کشته میشه. و اون چی که میگه کتاب، تعداد کشته هایی که تو این جشن کشته میشن از همه کشته هایی که تا اون موقع کشته بوده بیشتر بوده، چون استادیومه پر پر بوده. این خبر تو تمام فلسطین میپیچه و تو اسرائیل هم میپیچه که شیمشون در آخرین روز زندگیش قدرتش رو دوباره پس میگیره، هشم بهش میده و استادیوم رو سرمی که خراب میکنه و خودش هم میمیره. اسرائیل بلند میشن میان تو استادیوم و سنگا و بیما و اینا تکون میدن و دنبال جسد شیمشون میگردن، جسدش رو پیدا میکنن و با خودشون بر میگردونن جسد رو به اسرائیل و میبرن تو همون شهری که پدر و مادر زندگی میکردن، که پدرش چندین سال بود از اولام رفته بود، کنار قبر پدرش مانو شیمشون هم دفن میکنه. ولی تا چندین سال بعد از این ماجرا همچنان فلسطینی ها فکر میکردن که شیمشون هنوز زنده است و ممکنه هر آن به کشورشون حمله کنه و انتقام همه کارها رو که سرش آوردن از اول بگیره.
داستانشیم شون در اینجا تموم میشه. تا روز دیگه و ماجرای دیگه. البته داستان بعدی که من میگم آخرین داستان از کتابی که من براتون نگفتم، که اونم فکر میکنم یه هفته طول بکشه و بعد از یک هفته من این کتاب رو به طور کامل به تو به طریق صوتی تموم کردم از اول تا آخر. البته من از قسمت مال شعور شروع کردم، شمول النبی، از شمول النبی من شروع کردم و یک داستان دیگه، ماجرای دیگه هستش که اون ماجرا که میگم وصل میشیم به شمول النبی دوباره که کتاب تموم میشه از نظر من. یعنی ما دیگه اگه شمول النبی دوباره بذاریم دیگه تکراریه اینه، یعنی تکراری در گذشته من گفتم رو باید تکرار بشه که اون موقع بوم نشه ما میریم رو تو را. داستان امشب طولانی شد ولی راه دیگه نبود، ولی دیگه ماجرا تموم میکردم. شب و روزتون بخیر، خدایا رو یا برتون ها درزم. چرا هشم چشمانه شیمشان رو کور میکنه باید بدونید، چون با چشماش گناه میکنه، با چشماش میگه هیچ دختری زیباتر از دختر گویما فلسطینی ها نیست، هیچ دختری زیباتر از دلیده نیست تو تمام دنیا. هشم میگه جدی؟ چشمی که یه جور میبینه بس لیاقت دیدن نداره. حالا که تو فکر میکنی یک دختر گوییم از تمام دخترهای اسرائیل بهتره، پس چشمو به درد دیدن نمیخوره. تو با چشمت داری خطا میکنی و گناه میکنی، پس چشم باید از تو گرفته بشه. دلیل اینه که به همین دلیل چشماشو از دست میده، چیزی که تو کتاب نوشته. در واقع میدرشش. شب و روزتون بخیر، خدایا رو یاور.